در ماه مبارک رمضان میلیون ها مسلمان در سرتاسر دنیا روزه‌داری می کنند. بسیاری از افراد مبتلا به دیابت می توانند بدون مشکلی روزه بگیرند، ولی برای بعضی از افراد مبتلا به دیابت روزه‌داری ممکن است سلامتیشان را به خطر بیندازد. برای کسانی که قادر به روزه‌داری هستند در این ویدیو نکاتی ذکر شده است تا مطمئن شوند می توانند تا حد امکان روزه‌داری بدون خطری را تجربه کنند. حتما قند خون خود را به دفعات بیشتری اندازه‌گیری کنید، حتی زمانی که روزه هستید. اندازه‌گیری قند خون روزه را باطل نمی‌کند. از غروب آفتاب تا سحر به اندازه لازم و کافی مایعات بنوشید تا از بی‌آب شدن بدنتان در طول روزه‌داری پیشگیری کند. از برنامه غذایی سالم پیروی کنید با استفاده از مدل بشقاب سالم و خوردن از همه گروه‌های غذایی. از حذف کردن وعده سحری و افطار خودداری کنید. روزه خود را با 1 تا 2 خرما باز کنید، کمی میوه و شیر یا ماست همراه با وعده افطار میل کنید. به فعالیت ورزشی سبک تا متوسط که با آن عادت دارید ادامه بدهید. ماه رمضان برای شروع ورزش جدید زمان مناسبی نیست. در زمان ورزش به علائم کاهش قند خون توجه داشته باشید، به خاطر اینکه در زمان ورزش بدن قند بیشتری مصرف می‌کند. کسانی که مبتلا به دیابت هستند و قصد روزه‌داری دارند، باید 1 تا 3 ماه قبل از ماه رمضان با تیم درمانی خود مشورت کنند. تیم درمانی شما می توانند به شما کمک کنند تا تشخیص بدهید آیا روزه‌داری برای شما ایمن و بدون خطر هست یا خیر. همینطور می توانند به شما کمک کنند برای تشخیص اینکه آیا نیازی به تغییر در میزان مصرف دارو یا زمان مصرف دارو و انسولین دارید یا خیر. دایتیشن و پرستار در دان میز دایبیتیس پروگرام می توانند اطلاعات دقیق تری در مورد روزداری شما در ماه رمضان با توجه به شرایط فردی شما در اختیارتان قرار دهند. برای اطلاعات بیشتر به سایت www.fhc-chc.com مراجعه کنید یا برای تعیین وقت مشاوره با شماره تلفن 416-429-4991 داخلی 276 تماس بگیرید.